در راستای اقدام‌های نیکوکارانه مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، اقدام جدید دیگری برای تأمین آب آشامیدنی مردم افغانستان صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش، در ایام شهادت حضرت محسن ابن علی و هفته محسنیه و در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، چاه آب آشامیدنی دیگری با همکاری مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مثبال حسین در شهر مزار شریف افغانستان حفر و افتتاح گردید. شایان ذکر است کمک‌های مالی نیکوکاران و تلاش دفتر آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف همراه با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و یاری مؤسسه IHC در لندن، جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشر دوستانه را در شهر مزار شریف افغانستان رقم زدند. لازم به ذکر است که پیش از این نیز 26 چاه آب آشامیدنی با همکاری دفتر معظم الله در مزار شریف و مؤسسه خیریه مثبال حسین علیه السلام و مؤسسه IHC حفر شده بود. این اقدام خیر باعث خوشحالی صدها خانواده نیازمند شده و مورد بهره برداری آنان قرار گرفت. حجت الاسلام شیخ محمد رحمانی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان، پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. حاج آقای رحمانی، سلام و عرض ادب. علیکم السلام. من هم عرض ادب و احترام و نثار درود و سلام به شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیون امام حسین علیه السلام دارم. ممنونم حاج آقای رحمانی. لطفاً حرمت نیکوکارانه مؤسسات وابسته به حاج آقای رحمانی، صدای منو دریافت میکنید؟ سید صادق شیرازی دامت الله، مخصوصا مؤسسه خیری جهانی مثبال حسین علیه السلام و همچنین مؤسسه خیری IHC هر شود، با توجه به مشکلات متعدد در امورات زندگی مردم افغانستان، مخصوصا در بخش آب آشامیدنی، دفتر حضرت آیت الله العظمی الحاج سید صادق شیرازی دام ظله در مزار شریف با همکاری همجانبه مؤسسه خیری مصباح حسین علیه السلام و مؤسسه خیری IHC توانستند ده‌ها حلقچه‌های آب آشامیدنی در مناطق مختلف شهر مزار شریف حفر نماید تا مورد بهره برداری هزاران نفر و صدها خانواده نیازمند قرار گیرد و این امر خیر و نیکوکارانه باعث خوشحالی مردم و اهالی این شهر گردیدند. و حفر چاهای آب سهولت و تغییرات در زندگی مردم ایجاد نمودند. قابل یادآوری است در همین چند روز اخیر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی افتتاح گردید که مورد استفاده صدها خانواده در چندین منطقه از شهر مزار شریف که واقعا با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه بود قرار گرفت. باز هم لازم می‌دانم که یادآور شوم چندین حلقه چاه آب آشامیدنی در دست حفر می باشند که به خواست خداوند منان به زودی تکمیل و مردم. بله، ممنونم. با تشکر از حجت الاسلام شیخ محمد رحمانی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.